ببینم بقیه کجان. چیزه الان میان فریده خانم، حتما رفتن تو اتاقشون. مامان برو راحت رو مبل بگیر بشین، اینجا سر پا موندی. من همینجا راحتم. مامان برو اونجا. مامان بیا اینجا. هایری کجاست دوندو؟ من امروز اصلا ندیدمش فرید خانم، اما شما اگه ماشین یا چیزی لازم دارین بگین. نه صبونمو که خوردم، بعد اگه خواستم بهت میگم. صدات جون حداقل تو قبول نمی کردی یا می تونستی بگی تنها میری و بابا باهات نیاد؟ واقعا چرا این به ذهن من نرسید؟ تو رو خدا اینقدر مزخرف نگو سلن. گفتم دیگه، مگه اون آدم به حرف من گوش میده؟ نمیده خوب. درست حرف بزن. نه نابود شدیم رفت. جدی میگم اون آلپ تا به بابا رفت نگه که جان بار داره آروم نمیگیره. جدی میگم نابود شدیم. نه بابا نمیتونه، اونقدرم دیگه جرأت نداره که اینو بگه. مطمئنی؟ مرده تو رو انداخت زندون، فکر کن دیگه چه کاری ازش برمیاد. وای خدای من، به جای این که یه سر حرف بزنین بگردین و یه راه حل پیدا کنیم. خب راستش من یه فکری تو ذهنم هست. بگو دیگه. من میگم که بهتر از خود جانا کمک بگیریم. نه اینقدر سری واکنش نشون ندین، یه لحظه صبر کنین. من میگم موضوع رو بین خودمون حل کنیم. متوجه این چی میگم؟ برداره آلپو ببره یه جای گوشم خاموش کنه و به هیچ کسی هم دسترسی نداشته باشه، حتی بابا رفعت. فکر میکنم وقتی نتونه با کسی تماس بگیره این موضوع واسش بسته میشه. خب چه میدونم، مگه میشه به اون زنی که جان همچین کاری رو سپرد؟ ببین من میگم نالان میتونه حلش کنه، دوست ندارم پای بچه مچه رو قاطی این موضوع کنم، اما مجبوریم. بحث شرف و ناموس و آبروی شوهرمه. چه بدونم، خب اینجوری آبروی منم تو خطر دیگه. بذارین بره حرف بزنه، شاید بتونه راضیش کنه. رفعت عروسش رو دوست داره ها؟ نظرتون چیه؟ خب مامان جون من فکر نمی کنم نالان بتونه به بابام چیزی بگه. یعنی تا امروز به جز بله آقا رفعت، البته آقا رفعت، چشم آقا رفعت، چیزی بهش نگفتی. آره اینم هست. پس فقط خودت میتونی حلش کنی سلین جون. ما به این قدرت تو باور داریم. بشین روبروی بابا، تو بهش بگو ببین بابا جون، بحث سر آبروی خانواده‌مونه، شرف و حیثیتمون در خطره. چه میدونم بحث اعتبار شرکت با این چیزا. باید یه چیزی بگی تا راضی بشه. ها سلین، میشه یه چیزی بگم؟ تو چرا خودت باهاش حرف نمیزنی ها؟ ببینم چی شده؟ نکنه با هم قهرین مامان؟ چه قهری؟ ای بابا این حرف از کجا در اومد؟ البته که من میتونم باهاش حرف بزنم، اینقدر رو مخم را نرین وگرنه یه بلای سر خودم میارم.
به جای مزخرف گفتن برین یه راه حل پیدا کنین و صدای منو بلند نکنین. تو هم برو خودتو بشور، بوی گندت از صبح تا حالا همه جا رو برداشته. را بیافت، برو خودتو بشور. دو ساعته میخوای بری حموم، هنوز وایستادی بالا سر من. ای بابا برین گمشی. خیلی خب باشه مامان. ای بابا، ای بابا. همش میگفتم الان از که کتک بخورم. پس اینا چرا نیومدن؟ چیزه، الان دیگه میرسن، شاید کارشون یکم طول کشیده. شما بفرمایید، بفرمایید بشینین فرید خانم، من براتون یه چیزی میارم، اونام تا اون موقع میان باشه؟ آره مامان، به نظر منم تو صبونتو بخور چون وقت داروهات هم رسیده، از وقتشون نباید بگذره مگه. بله بفرمایید. من همینجوری راحتم. مگه آرامشی برام مونده؟ این چیزی که فکر میکنین آرامشه خیلی زود به هم میریزه. باید مراقب بود. میدونی یهو یکی پا میشه میاد تو زندگی تو. خب میدونی همه چیو با خاک یکسان میکنه. اون چیزی که آرامشو به هم زده باید از دلت بکنیش و هر چه زودتر دور بندازیش. یالا برو شوهرتو بیار. صدات به خدا باورم نمیشه. ببینم الان تو کجایی عزیزم؟ آزاد شدی؟ آره خونم، اون آلپ عقب مونده شکایتشو پس گرفت، صبح آزاد شدم. اگه بدونی چقدر خیالم راحت شد. اوه خدای من، باورم نمیشه. صدات باید هر چه زودتر هر جور شده هم دیگه رو ببینی، بعد جوری دلتنگت شدم. راستش من یکم کار دارم، اونا رو که حل کردم بهت زنگ میزنم. تو حالت خوبه؟ همه چی رو براهه؟ والا ما هم خوبی، فقط منتظر توی. الان از خوشحالی دارم پرواز میکنم. منظورت از ما چیه؟ کی میتونه باشه؟ من و کوچولیه تو شکمم. خوش اومدین آقا آلپ.
جانا خانم کجاست؟ تو باغچه. این مرتیکه روانی آلپ که اذیتت نکرد نه؟ از دیروز ساحل اصلا دیدیش؟ نه دیگه، ندیدمش. نمیدونم کجاست و داره چی کار میکنه. تو نگران نباش، من چیزیم نمیشه. ذهنی تو درگیر این چیزا نکن، ما خوبیم، هیچ مشکلی هم نیست. پس هر وقت کارت تموم شد به هم زنگ بزن، باشه؟ خیلی خب باشه، بهت زنگ بزن. یه لحظه سب کن، قد نکن. ببینم چرا صدات یه جوری عجیبه. نکنه از آزادیت خوشحال نشدی؟ صدات؟ برو دیگه، کارم که تموم شد بهت زنگ میزنم. الان باید قطع کنم، دارم دوش میگیرم. باشه باشه، پس من اینجا. مامانت فهمید؟ نالان، تو حالت خوبه؟ این چیه؟ ها؟ مگه من نگفتم کراوات زرشکی رو بده؟ معذرت میخوام آقا. بفرمایین آقا. حالت خوبه؟ آره آره خوبه. آره صبح خوب بودی، اما الان چی شده؟ نکنه مغزت رو با خودت نیاوردی؟ نه نه نه، من واقعا خوبم. شما اینطور فکر میکنین. وقتی مرخصی گرفتی و اونجوری مرموزانه حرف زدی نگرانت شدم، گفتم این یارو داره یه کارایی میکنه. امروز کجا رفتی؟ رفتم پیش مامانم آقا، گفتم برم ببینم خونه است یا نه، به چیز نیاز نداشته باشه. اما چیز نبود، یعنی خوب بود، چیز لازم نداشت. خیلی وقت بود که ندیده بودمش. حالا داشت؟ چی داشت آقا؟ به چیزی نیاز داشت یا نه؟ آها نه نه نه، همین چیز بود، به لطف شما بود. پسر تو چشای من نگاه کن ببینم، نگاه کن. ها، نکنه تو عاشق شدی؟ نه آقا، اگه اینطور بود من حتما بهتون میگفتم. رفته بودم پیش مامانم، جدی میگم. چه اینطور؟ خب چی شد؟ اونایی که شب اومدن رفتن پیش موزو، منظورم همون زن است، اسمش لیلا بود، درسته؟ بله بله آقا، من خودم تا دم ماشین باشون رفتم. خیلی خب، بذار این صدا تو ردیف کنم، بعدش نوبت موزه، چون نمیخوام اینقدر سری درگیری یه زن دیگه بشه. اما اول صدات اون گوشیو بده به من. چشم آقا. بفرمایین آقا. به این آلپ زنگ بزن ببینم. بله بله، به آلپ زنگ بزن. چشم. بفرمایین آقا. اوه چه سورپرایز خوبی، خوشحالم صداتونو میشنوم. این تماس و مدیون چیم؟ البته بفرمایین، منتظرم. این چه حرفی، خیلی هم خوشحال میشم. خونه هم، و اگه از نظر شما مشکلی نیست میخوام دعوتتون کنم خونه. باشه، الان آدرسو براتون میفرستم. به امید دیدار. حالا دیگه فالگوش هم وای میسی؟ آره فالگوش وای میستم. من چرا باید فالگوش وایسم آل؟
این همه خودنمایی دیگه زیاده رویه. باشه بابا، عصبانی نشو. پس تو هم پا رو دمم نذار. انگار دوست پسرت زنگ نزده و خوشخبری رو بهت نداده. یعنی چی؟ به قولت عمل کردی؟ الان هم نوبت توه. بله باشه، منم سر حرفم میمونم. اگه بخوای امروز میتونیم با هم بریم. این وظیفه منه تو روزای سخت کنارت باشم، یعنی به عنوان همسرت. این کارا اینطوری نمیشه. نمیشه هر وقت دلت بخواد همینجوری بری، فهمیدی؟ یعنی اول باید ازشون وقت بگیری. اونم من خودم ردیف میکنم، تو نگران نباش. کافیه تو دست و پام نپیچی. وقتی تموم شد خودم بهت خبر میدم. با کمال میل، از نظر من اوکیه. منم برای بدهیات هر کاری لازم باشه انجام میدم. خیلی ممنونم، فرشته نجاتم. امروز خونه ای یا میری بیرون؟ به تو چی؟ الان دیگه میخوای آماره ورود و خروجم هم بگیری؟ من امروز دوتا مهمون دارم. صبح رفتم دادستانی و خیلی خستم، نمیتونم دوباره برم بیرون، سختمه. من دعوتشون کردم اینجا، البته اگه از نظر تو مشکلی نیست. نه، من تو اتاقم میمونم. یعنی شما میتونین کاملا راحت باشین، مزاحمتون نمیشم، نگران نباشین. ممنون خانومم، خیلی باهوشی. حالا میتونم برم؟ البته، بفرمایین. درسته که من تو عروسی یکم نوشیده بودم، اما حواسم سر جاش بود. میدونستم چی کار میکنم. دمت گرم. باشه باشه. و از بوسیدن تو هم پشیمون نیستم. نالان، اوف، همه بدنم درد گرفته از بس اون تخت خوابای مزخرف خوابیدم. همه بدنم درد میکنه. خب اگه میخوای امروز برو ماساژ، برات خوبه. نمیتونم. چرا؟ من سر خود که نمیتونم کاری بکنم، فهمیدی؟ من برای هیچ کاری نمیتونم برنامه ریزی بکنم. یهو چی شد؟ تا چند دقیقه پیش که خیلی خوشحال بودی، چی شد باز اینطوری استرس گرفتی؟ ببین، من بهت گفته باشم دیگه چیزی نموده که عقلمو از دست بدم. آخه دو دقیقه هم آدم راحت نمیذارم. هنوز چیزی از اومدنم نگذشته که داره میگه باید برم و از آلپ جون معذرت خواهی کنم، چون به لطف اونه که اومدم بیرون. ببین، اگه به جای بابام خودش میومد و تو صورتم توف میکرد بهتر بود، باور کن. اینجوری حداقل کسی نمیدید چقدر ذلیل شدم. تو رو خدا این مسخره نیست نالان؟ تو بهم بگو من چرا باید برم از اون مرتی که عذر خواهی کنم؟ اصلا باورم نمیشه. همه این اتفاقات تقصیر اون بود، همش. تو زندون کلی درد کشیدم، حتی یه غذای درست حسابی نبود بخورم، باور کن مردم از گرسنگی. موهای سرم هم ریخت. تو رو خدا حال و روز منو میبینی نالان؟ هیچی نمون برام تو این چند روز. من خودم دیدم. تو هم یه بار ببین شپشی چیزی نداره. بیا نگاه کن ببین چیزی نداره. صدات ها؟ صدات جون، میشه آروم باشی عزیزم؟ موهات سر جاشونن. تو موهات هم شپش نیست. برگشتی خونت، در امانی، پیش عزیزانتی، بقیهش هم درست میشه. باشه، وقتی همه چیز داره درست میشه اینقدر به خودت استرس نده. تو حتی یه بارم نتونستی منو درک کنی نالان. چی؟ نفهمیدم. هیچی هیچی، چیزی نیست که بفهمی. بیخیال، فراموشش کن. ببینم، من بهت گیر دادم؟ تو دردت چیه صدات؟ این آدمایی که پایینن چند روزه به خاطر تو پریشونن، میفهمی؟ اگه بابات اینو خواسته باید انجام بدی.
که به نظر من این خواستش اصلا ناحق نیست. برو از آلپ عذرخواهی کن تا این موضوع بسته بشه و بعدش هم سکوت کن. آره، گفتن این که برو ازش عذرخواهی کن خیلی راحته، چون تو خبر نداری که من چی کشیدم. اصلا به این فکر کردی؟ ها؟ میدونی من چی کشیدم؟ نه، هیچکی نمیدونه، چون فقط من اینو میدونم و خدای من. هی میگی من خواهش میکنم بی خیال این کلمه شو، دیگه اینو نگو، ولش کن. تو فقط به خاطر خودت نمیری، به خاطر خانوادت میری، باشه؟ برای اینکه این درگیری تموم بشه، چون اون جانا خانم عزیز، اون محبوبت نتونست از زندگیمون بره بیرون، شوهرشم از زندگیمون نمیره بیرون، پس مجبوری برو و ازش عذرخواهی کن. باشه، اصلا میدونی چیه؟ من نمیخوام برم اونجا. اگه میخوای من پیشت باشم، پس برو و با بابام حرف بزن، بگو صدات ناراحته. این لطفو در حقم بکن، شاید اینطوری قبول کنه و من نرم ازش معذرت خواهی کنم. نظرت چیه؟ چطوره هر بار که موفق میشی این کارو بکنی؟ چه کاری؟ من چه کاری باید بکنم؟ چطوره هر بار که موفق میشی موضوع رو به خودت ختم کنی و این خودخواهی رو بذاری کنار؟ مشکلتو خودت حل کن صدات، از من انتظار نداشته باش. میدونستی من اصلا تعجب نکردم، چون مثل همیشه گفتی به من ربطی نداره. هر جور شده خودت مشکلتو حل کن، مگه نه؟ پس معنای کلمه ما چیه؟ مایی در کار نیست ها؟ بازم یه صداتی هست که باید خودش همه چیو حل کنه. با بابام سر و کله بزنم، با مامانم سر و کله بزنم، از آلپ معذرت خواهی کنم، همه چی رو من حل کنم. پس تو کجایی ها؟ مگه تو زن من نیستی؟ کجایی تو؟ منم خیلی کنجکاوم اینو بدونم صدات، واقعا من کجای این ازدواجم؟ جایگاه من تو این زندگی کجاست؟ منم خیلی دلم میخواد اینو بدونم. مثلا تو مسئله تو با آلپ و جانا من کجام؟ منم میخوام اینو بدونم. چه خبرتونه؟ سر و صداتون کل خونه رو برداشته؟ چیزی نیست مامان، داشتیم حرف میزدیم. پس درست با هم صحبت کنین، عصبیم نکنین. من میرم پایین. چی شده؟ بعد از این همه مدت همدیگر رو دیدین، اینقدر زود به مشکل برخوردین؟ موضوع به من ربطی نداره مامان. آقا رفعت از صدات خواسته که بره از آلپ عذرخواهی کنه. خب مگه چیه؟ بره عذرخواهی کنه دیگه، این موضوع هم بسته بشه بره. شما هم هرچه زودتر نظمتون رو برقرار کنین، با هم خوب رفتار کنین، باید بچه دار بشین، وگرنه من رو در مقابل خودتون میبینین، جوری که ندونین چی کار کنین. مامان بس کن تو رو خدا، عصبانی نشو، اما باید بگم که تو واقعا درکم نمی کنی. انگار ما تو زندگیمون همه چی رو به راهه و هیچ مشکلی با هم نداریم، فقط و فقط همین بچه رو کم داریم مامان. چی رو به راه نیست؟ میشه به هم بگی؟ ها؟ بگو منم بدونم. شما دوتا چه مشکلی با هم دارین که من نمیدونم؟ یعنی این حال روز صداتو نمیبینی؟ این که همیشه ناراحت و عصبانیه؟ هر اتفاقی هم که میفته میاد حرسشو سر من خالی میکنه مامان. واقعا منم نمیدونم باید چی کار کنم. متوجه شدم. این اواخر یه چیزی خیلی ذهنم رو مشغول کرده. این که تو برای چی روننده داری؟ قبلن موقتی عمر اینجا تنها بود، همیشه خودت رانندگی می کردی. منظورت چیه؟ با عمر حرف نمی زدی، فقط یه صبح بخیر و یه شب بخیر می گفتی. الان چی شده که با این یارو همش ور 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 حرف می زنی؟ من با داداش عمرم حرف می زدم. تو هر فرصتی سعی می کردم با داداش عمر صحبت کنم مامان، اما چون تو عصبانی می شدی معمولا وقتی که تو نبودی حرف می زدم. اما خودت رانندگی می کردی مگه نه؟ تو چرا الان راننده داری نالان؟ نمی دونم مامان، یعنی
هنوز نتونستم به این ماشین عادت کنم. وقتی رانندگی میکنم راحت نیستم. وقتی آقا رفعت گفت این ماشینته و اینم راننده‌ته، چی میگفتم؟ برای اینکه لوس بازی نباشه منم بهش گفتم باشه. واقعا به خاطر این بوده؟ پس چی باشه مامان؟ هم باشه، فهمیدم. همه چی کاملا برام روشن شد. دارم همه چی رو خرابتر میکنم. فقط باید آروم باشی. باید آروم باشی نالان. آروم باش، آروم باش. اوف. بالاخره صبح شد. خیلی وقته. امشب بازم منتظرتم. داداش میشه بیام تو؟ چطوری؟ خوبم. فقط از اینکه یه هایی آزاد شدم تعجب کردم. شکایتش رو پس گرفته؟ تو چطوری؟ حالت خوبه؟ همونطوری هم که میبینی. به نظر که خوبی. از چیزی که انتظار داشتم بهتری. با کمال میل. کیه؟ یه خانم جدیده؟ نه، من به اندازه ای تو سری نیستم. بیا بشین، بیا. چند تا کار هست که باید انجام بدم. بعدن میام پیشت. خوبی دیگه؟ آره، مشکلی که نیست. آره خوبم، من خوبم، همه چی رو به راهه. هر چه زودتر موهاتو درست کن پسر. باشه باشه، درستش میکنم. ممنونم. میبینم. میبینم. صدات. بله. خواهش میکنم این آخرین بار باشه. باشه. خیالت جان. این آخرین بار بود. فعلا خداحافظ. خداحافظ. ببین بابا جون. میگم تو این شرایط واقعا لازمه. صدات بره پیش آلپو ازش معذرت خواهی کنه. خب بالاخره اون ازش شکایت کرد و صداتم چند روز رفت زندان، مجازات شد، تمام شد و رفت. واقعا نیاز بیشتر از این صداتو خجالت زده کنی؟ خب نگاه کن الان انقدر خوشحاله که نگو. اینم واسه اینه که تازه آزاد شده، وگرنه خیلی پشیمونه. من میدونم واقعا نیاز این آلپو انقدر پر رو کنی. خب هممونم که اونو میشناسیم، مگه نه؟ به نظر من که اصلا آدم خوبی نیست بابا جون. فکر میکنین واقعا لازمه بیشتر از این غرور صداتو جلوی اون آدم خورد کنیم بابا جون؟ باشه، بره ازش عذرخواهی کنه. خب آره شمام حق دارین، باید بره عذرخواهی کنه، اما بذارین تنهایی بره. یعنی اگه شما اونجا باشین و اون این کارو بکنه اصلا خوب نیست بابا جون. بذارین تنهایی بره و مثل یه مرد عذرخواهیشو بکنه و برگرده. ها؟ لوند، من که اصلا نمیشنوم چی داری. یه لحظه مامان جون، منم نمیشنوم. اگه نمیشنوی خب برو یکم نزدیکتر. ای بابا برو نزدیک. مامان جون اگه یه لحظه ساکت باشین میشنویم. خودت کاری میکنی که من حرف بزنم. خواهش میکنم. از دست تو، از دست تو. هنوزم نمیشنوی؟ هرچی شد هنوز دارن حرف میزنن. آره آره سارمارو. خب بابا جون من اینقدر حرف زدم باهات، تو اصلا نمیخوای چیزی بگی؟
میگم دخترم، میگم. ببین میخوام یه چیزی رو بهت بگم. یالا ببینم را بیافت. زود باش. یالا دیگه را بیافت. بریم. یالا. خیلی خوب حلش کردی. آفرین. هر کاری میتونستم کردم. دمت گرم. و به موضوع هم بگین که عصر منتظر تمام اعضای هیئت مدیره برای جلسه‌ام. چرا بابا؟ اتفاق مهمی افتاده؟ اتفاق میفته دخترم، میفته. اتفاق خیلی مهمی میفته. یالا بریم. حالا من واقعا که کمونده منفجر بشم. اینجوری اون آلپ خیلی پر رو میشه. خدای خود دهن اون آلپو ببند تا به رفعت چیزی نگه. اگه چیزی که میترسیم سرمون بیاد چیها چی کار کنیم؟ بیچاره شدیم. خود بیچاره شدیم. بابا ساکت. نمیخوام یه کلامم بشنوم. میری پیش خالت از من شکایت میکنی؟ آره. یالا را بیافت. سلام عرض شد بابا. موفق باشین. ممنون هایری. آقا صداد خدا بد نده. پسرم شنیدی هایری چی گفت؟ خیلی ممنون. خسته نباشی هایری. ممنون تاکو. تقصیر منه که مثل آدم با حرف میزنم. آماده شدی حفظه؟ بله آمادم خانو. بریم زودتر حلش کنیم. راه دیگه برای خلاص شدن از شر این مردی که نیست. بپرس بپرس. فکر میکنین که این دفعه کاری که میکنیم واقعا به درد میخوره خانوم؟ به درد میخوره، یعنی باید بخوره. اگرم نخورد یه راه دیگه برای خلاص شدن از این راننده پیدا میکنم. بیا بریم. خسته نباشی دوندو. ممنون. تو کجایی؟ اصلا پیدات نیست. چند تا کار داشتم انجام دادم و اومدم. خیر باشه. تو یه چیزیت هست. چی شده؟ بهتره یه نگاه به خودت بندازی. چرا انقدر ناراحتی تو؟ چی شده؟ خیلی خستم تاکو. خیلی خستم. این روزا که خبری نیست. چطور خسته ای تو؟ از چیزایی که شنیدم و میدونم خستم. چی شنیدی؟ چی میدونی؟ به منم بگو. چه بدونم تاکو؟ خودت میدونی که اتفاقات و مشکلات تو این خونه تمومی نداره. ولش کن بیخیال. آره خب راست میگی. خب امروز یکم استراحت کن. اگه بالا کاری بود بگو من همش انجام میدم. مشکلی نیست. باید حوله های حموم نالان خانم عوض بشه. اونو خودم میرم حل میکنم. تو آشپزخونه باش. نه من حوله ها رو میبرم. تو خودت اذیت نکن. برو تو آشپزخونه. باشه پس بیا بگیر. مراقب باش تاشون به هم نخوره. باشه تازه اوتو شدن.
نالان خانم تو اتاقشه، یه وقت مزاحمش نشم. والا آخرین بار تو سالن بود، فکر کنم همونجاست. برو یه نگاهی بنداز. باشه، میرم میبینم. خسته نباشی. بابا چرا اومدیم اینجا؟ پس کجا میرفتیم؟ آدرس خونشو برام فرستاده دیگه. میخواستی کجا بریم ها؟ یعنی آلپ اینجا چه غلطی میکنه؟ مگه این خونه جانا نیست؟ اونجا ور 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 با خدا چی میگی پسر ها؟ چه خبرته؟ یالا بیا دیگه. نه بابا، فقط تعجب کردم چون فکر میکردم تو شرکت قرار میذارین، برای همین. تو فکر نکنی بهتره. اصلا فکر نکن. تو فقط کافیه گندی که زدی رو جمع کنی بره پی کارش، باشه؟ یالا ببینم. خدا کنه این آلپ بی شرف جلوی بابام چیزی نگه، وگرنه بدبخت میشه. بیا دیگه پسر، چرا همونجوری وایسادی؟ اومدم بابا، اومدم. اومدم. برای من قهوه درست نکردی؟ میشه یه قهوه برام درست کنی؟ یادم رفت بپرسم، خیلی وقت تو ذهنمه. آقا رفعت از بچه خبر داره؟ از اینکه هر 10 دقیقه یه بار موضوع رو به یه جا بکشونی خوشت میاد؟ عمدن این کارو میکنی برای عصبانی کردن من؟ دارم به خانوم عزیزم رسیدگی میکنم، جرمه؟ چی کار کنم؟ هیچی نپرسم؟ نه، اینو به جز تو هیچکی نمیدونه آلپ. متاسفانه فقط تو میدونی، فهمیدی؟ الان خیالت راحت شو؟ های من دیگه میرم بالا. این جواب خیلی منو راضی نکرد. میخوام از مخاطبش بپرسم، ببینم خبر داره نوه دار میشه یا نه. این یعنی چی؟ آلپ، خوش اومدین آقا رفعت. خیلی ممنون. بفرمایی. خوش اومدین.